سلام خدمت همه بزرگواران امروز میخوایم با آموزش پریمیر از ابتدا در خدمتون باشیم با توجه به تقاضای شما توی اینستاگرام سعی میکنم خیلی سریع و فشرده پریمیر رو به شما آموزش بدم تا بتونید یک خروجی از کاراتون بگیریم پریمیر که داریم کار میکنیم پریمیر پرو سی سی 2018 هست و فرقی که با 2017 کرده یکیش فارسی نویسیه و یه سری امکانات دیگه که خیلی با 2017 تفاوتی نداره من گفتم 2018 نصب کنید ولی واقعا اگر هم نتونستید و 2017 دارید میتونید آموزشتون رو شروع کنید با شروع پریمیر همچین پنجره بر شما نمایش پیدا میکنه که اگر شما پروژه قبلی داشته باشید میتونید اینجا باز کنید و یا اینکه از گزینه اوپن پروژه استفاده کنید و یا اگر تازه پریویو رو باز کردید شما فقط گزینه نیو پروژه رو میتونید ببینید اینجا که نیو تیم پروژه و اوپن تیم پروژه هست که ما اصولا تو ایران تیمی کار نمی و این گزینه ها برمون استفاده نداره من با زدن گزینه نیو پروژه پنجره ای برام باز میشه که تو این پنجره آدرس کار ما هست و یه سری تنظیمات دیگه که همش به صورت ورز کار شما رو را میندازه و فکر نمی کنم که احتیاج به تغییر داره اینجا آدرس های آودیاتون و در واقع کپچرای های ویدیوتون هست نیاز نداری تغییر شما یه اسم باید بذارید بر کارتون که من تست میذارم و یه آدرسی که کجا ذخیره بشه اوکی بزنید من چون قبلا پروژه تست داشتم میگه رینیم کنم یا نه من میگم که بله ریویم کنید در واقع او اون بکنیدش حالا من یه توضیح خیلی سریع به شما بدم اینجا ما یه سری پنجره داریم که ممکنه نگاه اول شما رو بترسونه ولی باور کنید که تعداد پنجره برای راحتتر کردن کار ماست ما اینجا داریم یه سری گزینه از ادیتینگ کالر افکت اودیو و گرافیک و لایبری ما اینا رو داریم برای اینکه محیط های مختلفی رو تجربه میکنیم در واقع اگه ما با رنگ کار داریم نرم افزار میتونه پنل ها رو به صورتی تغییر بده که کار برای ما راحت تر بشه اگه با افکت کار داریم نرم افزار میتونه تغییراتی بکنه که کار رو برای ما راحت تر کنه یا اودیو فرقی نمیکنه دقت کنید من اینجا یک بهزاد ورک اسپیس دارم در واقع من یک ورک اسپیس اختصاصی برای خودم ساختم چطور به طور مثال من اون حالت اولی کار هستم میام هیستوری رو میذارم اینجا میام مثلا افکت کنترلم اینجا میذارم بعد میام تو گزینه ویندوز ورک اسپیس سیو از ا نیو ورک اسپیس رو میذارم و بعد از اون یه اسم باید براش بذارم و ورک اسپیس جدیدی رو انتخاب کنم الان من اوکی نمیذارم و کنسل رو میذارم شما باید اسم انتخاب کنید و اوکی رو بزنید از اون به بعد شما ورک اسپیس خودتون رو دارید ببینید چه کاری براتون راحت تره هر چی جلوتر بریم متوجه حرف من میشید که چه محیطی چه پنل هایی بیشتر نیاز دارید تا اونا رو بذارید دم دست و از اونها استفاده بکنید خب من دوباره گزینه بهزاد ورک اسپیس رو میزنم چون الان تغییر کرده در واقع به این صورت هست اگر ما ورک رو تغییر دادیم بخواستیم به حالت اولیه برگردونیم ورک اسپیس و ریست تو سیو رو میزنیم ریست میشه و به اون حالت اولیه برمیگردیم. همین گزینه ورک اسپیس که اینجا میبینید اینجا هست پس اینا محیط های کاری مختلف نحوه چیدمون پنجراست برای که کار ما رو راحت تر کنه من امروز میخوام بهتون این پنجره ها رو یه توضیح کلی بدم و میریم سراغ پنجره پروژکت پنجره پروژکت پنجره ایه که ما فایل هامون رو به اینجا وارد میکنیم پنجره سورس پنجره ایه که فایل های وارد شده به پروژکت رو میبینیم و کاتش میکنیم و یا صداش رو از تصویرش جدا میکنیم و یه سری خصوصیت دیگه در واقع برای ادیت کارهای ورودی ماست پنجره تایملاین پنجره ایه که ما داریم رویش در واقع کار میکنیم و ادیتمون رو انجام میدیم و خروجی این کار رو میتونیم تو پنجره پروگرام ببینیم پس پروگرام برای دیده شدن خروجی که داریم تو قسمت تایملاین کار میکنیم و سورس برای دیدن ورودی های ماست که از پنجره پروژکت دیدیم امروز میخوایم پنجره پروژکت رو به شما توضیح بدیم برای ورود فایل یا میتونیم دبل کلیک کنیم اینجا میبینی؟ من میتونم انتخاب کنم و وارد کنم یا ما میتونیم گزینه فایل ایمپورت رو بزنیم و فایلمون رو وارد کنیم به طور مثال این فایل ما میتونیم عکس صدا تصویر و یا پروژه پریمیر یا هر نوع پروژه‌ای رو اینجا وارد کنیم ما دوباره دبل کلیک میکنیم و به طور مثال این دفعه میخوام یک پروژه سبک باشه که خیلی به پریمیر فشار نیاد این رو میزنیم خب حالا الان دو تا فایل اینجا وارد کردم ما در حالت آیکون ویو هستیم اگه لیست ویو بزنم به این صورت در میاد خب اگه آیکون ویو بزنم ما میتونیم توی فیلم با حرکت ماوس پیمایش کنیم فکر میکنم این گزینه تو 2018 اضافه شده تو 2017 نبود و لیست ویو هم که به این صورت میبینیم و آیکون ویو هم که به این صورت با این هم میتونیم بزرگشون کنیم یا کوچیک اگر ما کار رو به صورت لیست ویو ببینیم و این رو بزرگ کنیم ببینید چه اطلاعاتی رو به ما میده از فریم ریت به ما میده از چه در واقع زمانی شروع به چه زمانی خاتمه و زمان کلش رو به ما میده و اطلاعات دیگه که به ما میده که معمولا ما با فریم ریت و زمان کلیپ خیلی کار میکنیم خب پس ما لیست ویو دیدیم آیکون ویو دیدیم این هم که دیدیم بزرگ کوچک میکنه این چیه سرچ خیلی راحت میتونی اگه فایلاتون خیلی زیاد باشه سرچ کنیم با زدن دکمه فولدر شما میتونید بینای جدیدی بسازید مثلا یه فولدر دارم که ویدیو ها توش میذارم یه فولدر دارم که ایمیل ها توش میذارم ببخشید اشتباه نوشتم و یا یه فولدر دارم که وایس ها توش میذارم یا صدا ها توش میذارم به هر یه چیزیه که شما میتونید برای منظم کردن کارتون انجامش بدید میتونم ویدیو رو اینجوری انتخاب کنم بندازم تو پوشه ی ویدیو حالا من میخوام یه پوشه یا یا یک فایلی رو پاک کنم انتخابش میکنم گزینه دیلیت رو میزنم الان ببینیم ما تو ویدیو این دو تا ویدیو که داش کردیم داریم و توی ایمیج هم هیچی نداریم خب الان همه این آیکونا رو ما دیدیم فقط آیکون نیو آیتم مونده آیکون نیو آیتم چیه؟ اینجا به عنوان نیو فایل نیو همون در واقع امکاناتی رو به ما میده که اینجا گزینه نیو آیتم به ما میده حالا اینه که اینا تک تک چیه باید کم کم باهاش آشنا بشید اینجا هم که ما سرچ داریم و باز میتونیم از سرچمون استفاده کنیم خب اگر من روی یک پسمای پنجره پروژکت رو به شما نمایش دادیم که به چه صورت هست هر کدوم از اینا رنگ های مختلف داره حالا بر من به صورت پیش فز فولدر رو به صورت زرد نمایش میده و فایل های ویدیوی ما به صورت آبی نمایش میده اگر ما روی هر کدوم از حالا من این فایل رو وارد کردم چجوری ببینمش همون جوری که خدمت رو گفتم دبل کلیک میکنیم روش و این فایل رو توی تب سورس میتونیم مشاهده کنیم بسیار عالی حالا این یکی فایل رو میبینیم خب همونجوری که دید من میتونم اسم اینا رو عوض کنم و اسم دلخواه خودم رو بذارم دیتا های اینا هم کاملا مشخصه چند فریم بر سکندن و از اون ور ما میتونیم این فایل رو توی این پنجره ببینیم الان دیگه باید متوجه شده باشید ما این فایل رو میتونیم تو پنجره سورس ببینیم ویرایشش کنیم و بعد انتقالش بدیم به تایملاین لاین برای ادیت نهایی خب اینکه که چجوری اینا ویرایش پیدا میکنن و ما جلسه آینده خدمتتون عرض میکنیم توضیح تکمیلی که در این مورد باید بهتون بدم اینه که شما برای پریمیر خودتون یه سری تنظیمات رو باید ست کنید توی مک شما گزینه پریفرنس رو اینجا میبینید و توی ویندوز شما احتمالا باید از گزینه ادیت ای پیداش کنید انتهای کارتون حالا بریم سراغ این تنظیماتی که من میخوام خدمتتون عرض کنم اولی تنظیمی که میخوام خدمتتون بگم مموریه بچه باید 8 گیگ به بالا برای نرم افزار پریمیر رم داشته باشید و برای کار کردن باش فوق العاده سخته من 8 گیگ دارم مینیمم در واقع مقداری که باید باشه متاسفانه و اینجا میگه شیش گیگ از 8 گیگ به نرم افزار پریمیر اختصاص بده ما رو بذار برای سایر نرم افزارهای بکگراند توصیه من که وقتی داریم با پریمیر با کار میکنیم نرم افزار دیگه اصلا باز نباشه پس این خیلی به پرفورمنس کار شما کمک میکنه من بیشترین مقدار رم و اختصاص دادم به پریمیر برای کار نکته بعدی که به شما خیلی کمک کنید گزینه اوتو سیوه من الان اوتو سیو فعال ندارم ولی شما باید فعالش کنید و بعد از فعال کردن به شما میگه هر 15 دقیقه قابل تغییره میتونید بگی هر 20 دقیقه هر ده دقیقه یک بار کار شما رو سیو کنه تا 20 بار از 20 بار به بعد یعنی 20 تا گزینه بر شما سیو میکنه گزینه 21 یکم رو روی یکم دوباره ری رایت میکنه این کار به شما کمک میکنه با توجه به اینکه نرم افزار پریمیر بسیار بسیار سنگینه و افتر افکت که از این سنگین تر شما باید کاملا کارتون رو هر 15 دقیقه یا ده 10 دقیقه سیو کنید که اگه خدای نکرده اتفاقی افتاد بتونید به سیوهای گذشتتون. برگردید این هم توضیحی که من باید خدمت رو میدادم در مورد کار با پریمیر پس ما با پنجره ها محیط های کاری آشنا شدیم تقریبا پنجره پروژکت رو به شما کامل و مفصل توضیح دادم حالا یک گزینه آخر که من تو پنجره پروژکت به شما میگم چیزی هست به نام سکانس تمام ادیت های ما توی سکانس انجام میشه یعنی شما باید یک سکانس در تایملاینتون داشته باشید تا بتونید ویدیوهای مختلف رو ادیت کنید برای به وجود آوردن سکانس یا فایل نیو سکونس یا از اینجا سکانس انتخاب کنید. برای شروع یک سکانس شما میبینید که یک پنجره‌ای برای شما باز میشه این پنجره به شما یک سری فرمت های سیف شده و پیشورز برای شروع سکانس رو به شما میگه به طور مثال من تو دیجیتال SLR قسمت 1080 پی و به طور مثال DSLR 1080 پی 25 رو انتخاب میکنم خیلی راحت به شما میگه که فریم سایز فریم ریت و پیکسل اسپک ریتیو رو به شما میگه در واقع میگه فریم سایزتون چقدر باشه سایز تصویر نهاییتون 1920 در 1080 میزان فریمش چقدر باشه در هر ثانیه 25 فریم در ثانیه و مقدار تناسب پیکسلاش به هم چقدر باشه که یک برای شروع آموزه شما از در واقع شما دارید میگید اینجا 1080 همون کار در واقع فول اچ شماست این یک 1920 در 80 میگن فول اچ داره میگه دی اس در واقع استاندارد دیجیتال اس فول اچ این گزینه ها رو داره اگه میخواید اچ استفاده کنید اینجاست 1280 در 720 حالا اینا فریم ریت های مختلفه این مثلا 60 فریم بر ثانیه است اما من میخوام فول اچ دی مثلا کار کنم اگر میخواید کارتون سبکتر شه بیایید HD کار کنید مثلا این سایز حالا اگر بخواید بر اینستاگرام برای یوتیوب یا برای جای مختلف سایز داشته باشید اونو باید بعدا بهتون بگم ولی برای شروع شما یکی از این استانداردها ها رو انتخاب کنید یه عالم استاندارد برای چیزهای مختلفی داره شما این استاندارد رو میتونید ببینید تک تک مطالعه کنید ولی وقتی میخواید شروع کنید با یکی از این استانداردها که پیشنهاد من در واقع اچ شروع کنیم خب من میام الان استاندارد HD رو انتخاب میکنم 1280 در 720 با 24 فریم بر ثانیه و تناسب پیکسلاش هم یک اگر بخوایم اینو باز تغییر بدیم توی پنجره ستینگ میتونیم تغییر بدیم ببینید همه اون گزینا الان اینجا قابل تغییر اگر احیانا من فقط بخوام اینو تغییر بدم اینو تغییر بدم یا فریم ریتش رو تغییر بدم به طور مثال 25 بکنم و یا تو قسمت آودیو بگم در واقع چه چند هرس باشه و یا ماکسیمو بیت دپریتش رو انتخاب کنم در واقع یا اینکه بگم ماکسیموم رندر کوالیتی انجام بشه این چیزاییه که میتونید اینجا باز تغییر رو انتخاب کنید و اسم سکانستون رو بنویسید و ذخیره کنید و اوکی رو بزنید خب الان من دو تا ویدیو داشتم و یه سکانس جدید من یه سکانس دارم که اگه روش دابل کلیک کنم توی پنجره تایملاین اون سکانس باز میشه و ما میتونیم همه ویدیو رو تو اون سکانس بندازیم و ادیت کنیم این تا اینجا داشته باشید من پنجره پروژکت رو به شما گفتم ساختن یک سکانس رو به شما گفتم و ایشالا در جلسه بعد سعی می کنم که گذینه های بعدی رو به شما بگم من به حساب موفق و معید و پیروز و شاد باشید